و اما در اعتراض به خبر تبادل آزادی زندانیان میان ایران و سوئد، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق در مرکز شهر استکهلم نسبت به آنچه معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری نامیدند، تجمع و راهپیمایی کرده و شعار ننگ بر این بند و بست دادند. شورای ملی مقاومت ایران هم در بیانیه‌ای به نقل از مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، گفته آزادی نوری از دست‌اندرکاران قتل عام 30,000 زندانی سیاسی که 90% آنها اعضا و هواداران سازمان بودند یک اقدام شرم‌آور و غیر قابل توجیه است. وی افزوده همه زندانیان و شکنجه شدگان و دادخواهان و خانواده‌های شهیدان قتل عام و تمام مردم ایران آزاد کردن دژخیم را قویاً محکوم می‌کنند، نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند. رهبران هفت کشور صنعتی در بیانیه پایانی خود ضمن هشدار به جمهوری اسلامی درباره گسترش برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های مخرب در خاورمیانه از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند به بازداشت ناعادلانه و خودسرانه از جمله زندانی کردن شهروندان خارجی و دوتابعیتی پایان دهند. در این بیانیه ضمن محکوم کردن آنچه آزار غیر قابل قبول شهروندان ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی نامیده شده، نگرانی گروه هفت در مورد نقض حقوق بشر در ایران به ویژه علیه زنان و دختران تکرار شده. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای مجید گلپور، کارشناس روابط بین الملل در بلژیک. آقای گلپور، به دنبال صدور بیانیه گروه هفت، تبادل زندانیان میان ایران و سوئد انجام شد و حمید نوری هم الان در تهران. برداشت شما از لحن این بیانیه چی است؟ آیا ما شاهد اقدامات سختگیرانه تری علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود؟ مدیریت سختگیرانه تر برای روابط در همین سطحی که اعلام شده و ادامه دیپلماسی بایدن که از زمان آقای رب مالی مسئله تبادل زندانیان و گروگانها رو به عنوان حسنیت ابتدایی و لازم برای حل مسائل دیگه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده گذاشته بودن، ادامه همون مسیر با تمام اون به اصطلاح شتاب و اینجا اونجا گسستگی که پیدا میکنه، به خصوص با مرگ آقای رئیسی که شما تمام اون مراسم ترحیم و به اصطلاح پشتیبانی خاصی که در اروپا و آمریکا برای این منظور صورت گرفت. چرا؟ در اونجا هم که آقای سالیوان اعلام کردن، بله این شرایط بسیار پیچیده ولی جالبی برای آمریکا به وجود آورده که ادامه مسائل به اصطلاح دیپلماسی بایدن که به مقاومت‌های خیلی زیادی توسط بخصوص روسوفیل‌هایی که در ایران تا سطح حاکمیت در شورای عالی امنیت و میشه گفت ریاست آقای احمدیان جلو رفته بودن، می‌دیدن که پنجره بسیار بزرگی براشون باز شده و برای همین یک نوع همبستگی خاصی بعد از مرگ یا کشته شدن آقای رئیسی و بخصوص پشتیبانی بسیار ها در سطح نیتو که اساساً تا این زمان هنوز قابل فهم نیست چرا نیتو همچین پیام تسلیتی رو میبایست میفرستاد. خب بنابراین ما میبینیم که این پرونده آزادی گروگان ها در سطح بسیار بالاتری برنامه‌ریزی شده تری و در یک پرسپکتیو هم زمانی هم ژئوپلیتیک خاصی باید دیده باشه. بنابراین اگر شما به اولویت هایی که در این بیانیه گروه هفت اومده توجه کنید، چی میخواد گروه اول؟ گروه هفت چی میخواد؟ اول انزبای کامل روسیه که داره به دست میاد. آقای پوتین هم با عصبانیت، چون ایشون حقوق میشناسن، عصبانیت خودشون اعلان کردن. تمام ابزارهای مالی و امنیتی و انضباطی رو الان گروه هفت به اضافه بخش زیادی از گروه جنوب، جنوب بزرگ، در مقابل روسیه قرار میده و این بحث اصلی و بعد مسئله حماس و اسرائیل. برای این جمهوری اسلامی اون اولویتی که دو سال پیش بود به جز پرونده هسته‌ای و آزادی زندانیان و بخشی از مسائل حقوق بشری رو نداره تو این بیانیه. خب به موضوع حقوق بشر اشاره کردید. درباره بندهای پایانی این بیانیه که از تکرار موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران ایرانی
نامیده شده چه نظری دارید؟ آیا ما شاهد نوعی تغییر لحن هستیم؟ این بیانیه رو با سالهای گذشته چطور مقایسه میکنید؟ خیلی کوتاه لطفا. مسلما تغییر لحن بیشتر از تغییر لحنه. این یه درخواست به اصطلاح شدنیه توی به اصطلاح چارچوب شدنی ها که اینم از به اصطلاح میشه گفت فرافکنی تا حدودی گروه های راست افراطی خانم ملونی و چون وقت زیادی نیست توضیح مسائل دیرتر میشه پرداخت. بر صورت مسائل بنیادین حاکمیت قانون، حقوق بشر، چگونگی اینکه اپوزیسیون در ایران میتونه روابط و دیالوگ‌های بسیار فعالی رو که تا دو سال پیش بهش اجازه داده شده بود دوباره از سر بگیره، اینها رو به نظر من به تعویق میندازه و مسائل بسیار پیش پا افتاده و حتی نه آنچنان با اصرار ورزی زیاد در دستور کار قرار میده. و مهمترین مسئله کماکان هسته‌ای نشدن و به دست نیاوردن بمب اتمی در جمهوری اسلامی که این بعداً مثل که داده شده. بنابراین با ریاست جمهوری در ایران و مساری که ما در انتخابات آمریکا داریم، ما میتونیم بگیم همون برنامه‌ها، بندهایی که از ابتدای ریاست جمهوری آقای بایدن طرح شده بود، در انتها میخوام به نتیجه برسونن. به چه قیمت؟ به قیمت شاید متاسفانه زیر پا گذاشتن بسیاری از مبانی پایه‌ای حقوق و حاکمیت مردم ایران و اون چیزی که در تمام این سالها خود اروپا و غرب گفته می شد که به دنبال این هستن. بنابراین به نظر من بسیار مهمه تو این شرایط دیده بشه که این کوچک کوچک بایستی هایی که اروپا داره گفته میشه، نیروهایی که در اپوزیسیون هستن چگونه تبدیل به یک دیالوگ فعال و انتقادی میتونن بکنن. ممنونم آقای مجید گلپور، کارشناس روابط بین‌الملل که از بلژیک دعوت ما رو پذیرفتید.